مایه رسوایی میتونه باشه، به خصوص اون بخشش که در ارتباط با خانم طباطبایی هست، چون میدونیم هم در وزارت خارجه و هم در وزارت دفاع آمریکا فعال بوده. این اسناد اونطوری که ما در گزارش هم اشاره کردیم بسیار شوکه کننده هستن و میزان ارجاع بسیاری از این تحلیلگران به تهران برای کسب مشورت و گاهی میشه گفت کسب اجازه به نظر ما کمی عجیب به نظر میرسه. اونها برای حضور در کنفرانس ها، برای سفر به اسرائیل، برای طرح مواضع مشخصی در کنگره آمریکا میخوان از ایران کسب نظر بکنن. در این ابعاد من فکر میکنم که برای این تحلیلگران به خصوص کسی مثل آریان طباطبایی که در دولت آمریکا فعالیت میکنه، این میتونه تبعات منفی داشته باشه. به خصوص برای او که دیگه فقط موضوع تحلیلگر و اینکه در یک اندیشکده کار میکنه نیست، در وزارت دفاع دیگه مهمترین وزارتخانه به شکلی داره فعالیت میکنه و در مورد سفر مثلا به اسرائیل به شکلی داره از مقامات ایرانی میپرسه که آیا برم آیا نرم. خب خیلی غریبه دیگه. چیزی که کیس آریان رو متفاوت میکنه اون مجوز امنیتی هستش که صادر میشه برای این افراد. بعد از کسب اون مجوز امنیتی این افراد دسترسی خیلی ویژه‌ای پیدا میکنن به بسیاری از اطلاعات موجود در وزارت امور خارجه آمریکا و در حال حاضر خانم طباطبایی در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا مشغول خدمت هست. یعنی این دسترسی، اگر این دسترسی همزمان با اون مجوز امنیتی، میتونه کمی عجیب باشه. دولت ایران به عنوان یک دولت متخاصم در آمریکا آنچنان لابی گسترده‌ای داره، این به نظر من یه مقدار سوال‌های بزرگی رو ایجاد میکنه. اول اینه که دولت آمریکا 16 تا سازمان امنیتی و اطلاعاتی داره، آیا همه اینها خواب بودن وقتی این اتفاق‌ها میافتاده؟ اگر ایران در دولت آمریکا آنچنان گسترده نفوذ داره، واقعا باید یک بار کلا گفت به جمهوری اسلامی. و اینه که 16 تا سازمان اطلاعاتی، گستردگیش رو نمیدونیم ولی به نظر میاد بر اساس این اسناد بالاخره روابطی وجود داشته دیگه. یعنی در یک مورد خاص که خیلی دیگه عیان هست، خانم طباطبایی که در بالاترین سطوح الان در وزارت دفاع آمریکا داره کار میکنه، از دیپلمات جمهوری اسلامی پرسه آیا من به اسرائیل برم یا نه. خیلی عجیبه. مثلا این هستش که یک نفر در ایران در هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی بخواد به سوریه بره و بعد مثلا از وزارت خارجه آمریکا بپرسه که آیا به نظرتون اوکی هست من به دمشق برم یا نه.